سوال است؟ سوال آخری است. آخری بیو میگیم. آخر؟ بله. نه درس های گذاشت ها رول نمیگیم؟ حالا کن خودتون سوال میگیم. مشکل نیست. خود کامرا که من در بیلیش ها پاسی را پا پیدا بشیم. کدام کامرا؟ اینی کامرا؟ اگر گم شوه یا دلت شوه؟ دلت شوه. اگر دلت شوه بالاتری که الویشن اضافهش میکنیم از منوی بیو. در اینی قسمت هست باز انشالله داشت میرسیم. برای فعلا سعی کنین درد نشه تا که باید درست شو بخونیم. خیلی خب روز گذاشته دستور روف هم به حساب بسات مکمل خواندیم. خب دستور فلور هم به حساب خواندیم. اینال میریم سراغ دستور جدید. دستور جدیدی که در اینجا داریم دستور چی است؟ گرد. دستور گرد به خاطر چی است؟ خب پلان های مهندسی وقتی که به حساب کار میشه باید به حساب اون محورات بهش نشان داده شد. درسته؟ در پلان وقتی که به حساب کار میکنن عناصر وزن بردار تعمیر که کالما باشه یا مثلا دیوارا وزن بردار باشه توسط چی مشخص میشه؟ توسط محورات مشخص میشه. این محورات شما اگر در پروگرام متکد بخواید به حساب کار کنید از طریق چی کار میکنید؟ خب به حساب یک چیز کار میکنید، خط منقطعی کار میکنید، یک دایره در داخل دایره متریس استفاده میکنید. درست است؟ شما را گذاری میکنید. اعلان در پروگرام روت از چی استفاده میکنید؟ دستور گرید. به خاطر سهولت کار و راحتی کار بر شما مستقیم دستور گرید قرار دادن که گرید فعال میکنید. در هر جایی که خواسته باشید فقط کلیک میکنید، کش میکنید به طرف پایین. خودش هم به حساب محورش داره، هم دایرهش داره و هم چی داره؟ هر نمبر یا تکست شده حساب داره. آره میتونیم همون چیزه بگیم. آره دیگه در واقع وقتی که عناصر وزن بردار تعمیر نشان میتیم در واقع هم وایه و قدم است. درست شد؟ به این ترتیب به حساب در هر جایی که به حساب داشته باشیم، مثلا اینجا یک دانه دیوار وزن بردار دارم، ایران مشخص میکنم، می دیگهش به حساب کلیک میکنم، کش میکنم به طرف پایین، ایران مشخص میکنم، می دیگه در این قسمت است مثلا یکی دیگر اینجا مشخص میکنم. به این ترتیب به حساب هر چقدر محور که به حساب شما داشته باشین چی میکنین؟ ترسیم میکنین. خوبی به حساب محورات که به حساب شما در اینجا ترسیم میکنین چی است؟ خوبی چیز که در یک لول که شما محورات به حساب مشخص میکنین یا گرده را وقتی که مشخص کنی، وقتی که برید در لول های دیگه هم به عین ترتیب در اونجا چی شده؟ نشانی شده. خب اصل به حساب به نشان دادن گرده یا به حساب این محورات به خاطر اینه میست که موقعیت عناصر وزن بردار تمید از پیشتون جابجا یا گم نشه. مثلا کالمه که شما در یک موقعیت دارید، در منزل اول، در منزل دو هم این موقعیت باید داشته باشه، منزل سه هم این موقعیت، منزل چهار تا منزل صد هم که اگه بری باید در این موقعیت باشه تا نشه که مثلا در منزل دو یک متری طرف تر یا اون طرف تر شده. درست شد؟ به خاطر همو شما از گردا استفاده میکنین که اینجا اینال اگه ما بروم در لیول سه ببینین با وجودی که پلان وجود نداره ولی گردا وجود داره. و این ترتیب لیول 4 در سکشن ها اگه وارد شوم در قسمت سیلینگ پلان ها وارد شوم در هر جایی که وارد شوم برای گردا رو موقعش چی کنه؟ نشان میکنه. درست شد؟ خب به این ترتیب که به حساب محورات به حساب افقی رو کار کردیم، به این ترتیب میتونیم از محورات چی استفاده کنیم؟ عمودی رو به حساب کار کنیم. باز محور عمودی رو وقتی کار کردیم خب مطمئنا با حروف باید نشان داده شد. درست است؟ وقتی که به حساب کار کردی سر حرفش به حساب کلیک میکنی، به جای به حساب اون پنج که نوشته شده چیزی نوشته میکنی؟ ایران نوشته میکنی. وقتی که اولیش به حساب تغییر نام دادی، دومی رو که به حساب کار کنی خودش تو ما چی میشه؟ بی میشه. دیگه احتیاج نیست که دانه دانه ما چی کنم؟ ادیت کنم. بعدش کار کنم اتومات چی میشه؟ سی میشه. به طرف بالا؟ این رقم منظور کنم است؟ گرد ادامه یک نگیره این فرقی هست. خب بخاطر که ما جدید ترسیم کردیم، شما اگر میخواین که به حساب دو طرفه به حساب یک نشان بده باز از اینجا دیگه شروع نکن. از کجا شروع میکنی؟ از این قسمت شروع میکنی تا آخر این رقم. باز برش چی میگی؟ میگی که حالت به حساب شبه که طرف دیگه شام عین چیز به حساب بر شما چی کنه؟ نشان بده. نه از این حالت چیز خارج شد. باز میشه که در قسمت تنظیمات باز داره که دو طرفه برای شما چی نشان بده؟ همین تکسی شد نشان بده. خب اگر ما میگیم این اگر بخوای به حساب نشان بدی، در اینجا به حساب نمیشه که یک موقعیت یا یک محور افقی یک طرفش یک باشه طرف دیگهش مثلا چی باشه؟ دی باشه. هیچ ضرورت نیست که دو تا کار کنه. از اون خاطر وقتی که من اضافه کار کردم به این معنی نیست که یعنی دو تا محور با هم دیگه فرق داره، اتومات چی کرد؟ نامش تغییر داد. درست شد؟ خب به این ترتیب نمی رقم چی میکنین؟ محورات کار میکنین. بعضی وقتا ممکنه به حساب وقتی که محورات شما ترسیم میکنین بعضی موقعیت ها به حساب پیدا شود که مثلا دو تا پای جوره ای داره، یعنی دو تا محور چی میشن؟ به هم دیگه به حساب میچسبن، مثلا به هم دیگه نزدیک میاد. مثلا گرید دیگر من در کجا ترسیم میکنم؟ در این قسمت این رقم.
الان ببینید وقتی که دوتا رو من در این حالت به حساب کار میکنم، دوتا حرف میه چی میشه؟ سر در سر قرار میگیره. که من که به حساب به خاطر خواندنش دوچار چی میشه؟ مشکل میشه. حالا شده تقریبا حالت 34، یکی کدام 3 است کدام 4 از هم دیگه جدا یا تفکیک نشده. به خاطر اینکه تفکیک کنیم چی میکنین؟ بعد از اینکه محور کار کردین سرش که کلیک کنین، اینجا یک علامت قطع است. سر از اینکه کلیک کنین خودش اتومات رو چی میکنه؟ قسمت نامش هم میشکنه. اما کارو که شما عیناً در پروگرام اتوکات انجام بدین. دیگه شما به این ترتیب انتخابش میکنم، سر محوره که جوی علامت قطعش کلیک میکنم، میشکنه، اینا از این نقطه گرفته کش میکنم این طرف. این رقم میشه. موقعیتش به حساب عین موقعیت، فقط قسمت نامش ما چی کردیم؟ بارش سریم. این کار هم در قسمت گریدار شما میتونین انجام بدین، هم در قسمت لیولا. در قسمت لیولا هم اگر شما لیول ایجاد میکنین، بعض وقتا مثلا ضرورت پیدا میکنین که دو تا لیول با هم دیگه بسیار نزدیک شو. مثلا یک لیول کت لیول دیگه تفاوتش به حساب بسیار کم است. این رقم ببینید آمده به حساب ارتفاع یک لیول در روی نام لیول دیگه چی شده؟ قرار گرفته. در واقع پوشانده هم دیگه را. صحیح شد؟ اینال در اینجا میتونین از مولات استفاده کنین، انتخابش کنین. این علامت قطع است. ببینید این قسمت سرش کلیک کن، قسمت نامش بر شما چی میکنه؟ میشکنه. به این معنی نیست که لیول پایین میاد. لیول در اون موقعیت است، فقط قسمت نامش چی میشه؟ یک شکستگی دیش ایجاد میشه. وقتی که بینشون چی بفته؟ یک فاصله بفته. هم از این طریق میتونین این کار انجام بتین و هم توسط پس و پیش بردن. این کلید قلفه که در اینجا داریم. کلید قلف با خاطر چی بود؟ گفتیم وقتی که یک شد جابجا میکنی کلش با هم دیگه چی شود؟ جابجا شوه، نه قلف شدن با هم دیگه. وقتی که من جابجا کنم یعنی ببینید تمام محورات با هم دیگه چی میشه؟ جابجا میشه. میتونه یک دونه محور قلف شو باز کنید و امور به حساب چی کنید؟ یک کمک این طرف تر کنید که نمایش از هم دیگه چی شوه؟ تفکیک شوه. این کارا رو میتونید در وقت لول ایجاد کردن انجام بده. درست شد؟ این دستور چی بود؟ دستور گره بود. سوال کنید. دستور آسان بود. بعد دستور گره دستور چی داریم؟ دستور لاین داریم. دستور لاین خب به میرقم که نامش هم پیداست، بخاطر کار کردن لاین یا خط به حساب در پروگرام ریویت از چی میکنین؟ استفاده میکنین. هر جایی که به حساب ضرورت داشته باشین که یک اسکیج به شکل 2D کار کنین، اون رقم که در پروگرام اتوکاد به حساب به شکل 2D کار میکنین، از چی استفاده میکنین؟ از این می لاین. فقط این لاینی که به حساب در اینجا داره با پروگرام اتوکاد تفاوتش دیگه است که در اونجا مثلا در پروگرام اتوکاد شما دستور درار داره، دستور ارک داره، دستور سرکل داره، دستور مثلا رکتنگل داره، دستور مثلا پولیگون داره. درست شد؟ یعنی دستورات چی است؟ از هم دیگه جدا جدا است، تفکیک شده است. اما دیگه کلا تحت نام چی داره؟ تحت نام به حساب لاین است. وقتی که لاین شما فعال میکنید اونم حالت کلش دینی قسمت بر شما فعال میشه. این چی است؟ این در واقع اونم دراز. صحیح شد؟ این دیگه چی است؟ دستور لاین است. این دیگه چی است؟ دستور مثلا رکتنگل است. دیگه هر کد، دیگه مثلا سرکل، هر کدومش خواسته باشین از اینجا چی میکنید؟ استفاده میکنید. اینال بچی درد ما میخوره؟ خب گفتم یکی که به حساب ترسیمات به شکل تودی انجام بدین. بعض وقتا هم شما ضرورت پیدا میکنین که بعض از چیزها را قبل از اینکه از خود دستورهای اصلی پروگرام ریویت استفاده کنین اول اسکیجش انجام بدین. مثل چی؟ مثل دستور زینه. در دستور زینه وقتی که بازرسین با دمج بر شما کار میکنیم، زینه چرخشی یا زینه دورانی به وقتی که شما به حساب کار میکنه، زینه دایره ای کار میکنه، در اونجا باید این فتاپایای به حساب زینه چه شود؟ تقسیمات شود. تقسیماتش توسط کدام دستور انجام شود؟ توسط دستور پولاراره که در پروگرام اتکار داریم، نه؟ توسط او دستور باید این تقسیمات انجام شود. دستور اره یک خاصیتی که به حساب در پروگرام ریویت داره اینه میست که در خود دستور زینه اگر شما وارد شوید این دستور چی از غیر فعال است؟ فعال نمیشه. اینا رای هر چی است توسط لاین اول اسکیج زینه را انجام میدی با شرط دوبی باز اسکیج زینه که خلاص شد مثل عزیز که شما یک پلان در پروگرام اتکار کار کردی امپورت میکنی در پروگرام ریویت در اونجا چی کار میکنی؟ 3D شک کار میکنی. یا مثلا این پروژه اصلا وجود نداره، این رقم میره بیخی پاک میکنم. درست شد؟ من چی میکنم؟ اون امور هم که در پروگرام اتوکاد یک پلان به شکل 2D کار میکنم، در اینجا شروع میکنم به کار کردن. به شکل چی؟ به شکل 2D. یک خط کار میکنم، خط دیگر رو با فاصله مشخص نسبت به مثلا 35 سانتی آفست میکنم، میشه چی؟ یک دیوار. مثلا دروازه رو چی رقم کار میکنین؟ کلکینه چی رقم کار میکنین؟ نه این اونمو چیزایی که به حساب حالتایی که در پروگرام اتوکاد است، عیناً در اینجا چی میکنی؟ از دستور لاین استفاده میکنی و اینا اسکیج میکنی. اونمو لاین به حساب ساده پروگرام اتوکاد میتونه و در جایی که به حساب رسیدیم ازش چی میکنیم؟ استفاده میکنیم تا بفهمیم که چی کاربردها به حساب داره. کاربرد اساسیش اینه میست که بیشتر به خاطر کمک کردن به ترسیمات استفاده میشه. در بعض جا که ضرورت پیدا کنی که خب ما در اینجا ببینید مستقیم وقتی که دیوار رو فعال میکنیم دیوار از ما چی میگیره؟ زخامت میگیره از این قسمت، ارتفاع میگیره، طولش هم به حساب مشخص میکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید همزمان به سه به حساب همون فاکتور اساسی دیوار چی کنم؟ توجه داشته باشم. هم زخامت دیوار، هم طول دیوار و هم دیگه چی؟ ارتفاع دیوار. اینا اگه تو نخواهی که بین می سه فاکتور رو بسات همزمان به حساب فکر کنی. مثلا پروگرام متکد یک نفر از بر شما میگه که برام یک پلان ساده بده. نه تیلی دیر از شما میخواد، نه الیویشن هم میخواد، نه سکشن هم میخواد، اکثرا به حساب امیر هم از سری دیدین دیگه. دوست آشنا میگه برام فقط یک پلان کن.
ای نفتو پروگرام اتکار نداری چی میکنی؟ از پروگرام رو به استفاده میکنی توسط لاین شروع میکنی به حساب بکار کردن و اکنامت ساده برش میکنی وانوزی ها به حساب نزدیک بود دوسته نزدیک باز میشه که تیوی دیشان به حساب کار کنن یه جدوه ایست سفاده آه باسهولت نداره بگه سر بسه اونجا باز گفتم اونجا خوبیش ایست که دستورات جدا جداست انمی که جدا جداست باعث میشه که به حساب کار کردن که چون آسان تر باشه اینجا چی هست کلش تحت یک دستور است آمدن کلش چی کردن جمع کردن خب این شد دستور لاین بعد دستور لاین دستور چی را داریم دستور رفرنس پلان رفرنس پلان به خاطر چی است رفرنس پلان ما در دستور فلور روف هم داشتیم که گفتیم با بساط مشخص سرش چی میکنیم صحبت میکنیم اگر خاطرتان باشه درست است در منوی اسکیجش که فعال میکنیم چی را داشتیم رفرنس پلان در اینجا به صورت علایده داریم خب چی است رفرنس پلان رفرنس پلان به خاطر تعیین کردن یک موقعیت در یک لیول است که در تمام لیول ها عین موقعیت بر شما چیکونه نشانی کنه درست است به خاطر این مثلا شما تا حال شاید با این خاصیت پروگرام روید آشنایی پیدا کرده باشین زمانی که در پروگرام روید در یک لیول شما قرار میگیرین پلان عمو لیول بر شما به شکل تیره نشان میده و پلان منزل پایینیش به شکل چی خیره نشان میده درست است مثل که در اینجا ما در این لیول یک هستم پلانی که مربوط لیول یک است به شکل چی نشان داده میشه پررنگ نشان داده میشه تیره است درست شد؟ اینا لگه ما برم در روی لیول چی؟ دو در دو که برم پلان منزل پایینی به شکل چی شد؟ خیره شد چون پلان جدیدی هم در لیول دو کار نکرده مورو برمده که نشان نمیده اگه ما در اینجا یک دیوار جدید کار کنم اینا لی دیوار که تو دیوار ببینیم تفاوت داره این به شکل چی است؟ تیره است و دیگه به شکل چی بود؟ کمرنگ خب انال اینمی خاصیت چی است؟ خاصیت پروگرام روید است وقتی که شما بالاتر میری مثلا در لیول 3 میری قرار میگیری دیگه چیزی به خاطر نشان دادن وجود نداره چرا؟ به خاطر که در لیول 2 من هیچ چیزی ندارم چیزی که دارم مربوط لیول چی میشه؟ یک خب یک لیول پایین تر برمده که نشان نمیده گفتیم قانونش اینمیست که یک لیول پایین نشان میده دو لیول پایین نشان نمیده درست شد؟ انال در اینجا چیزی که ما در لیول 1 کار کردیم یا در منزل اول کار کردیم برمده اینجا نشان دادن نمیشه فعلا ما در کدام لیول هستم؟ لیول 3 برای من لیول 1 در اینجا نشان نمیده خب اینا اینجا رای حل چیز چی کار باید به حساب انجام بدم بعض وقتا ممکنه به حساب ضرورت پیدا کنی که یک موقعیت در لیول 1 نشانی کنی که اینان این موقعیت بر شما مثلا در لیول 4 و 5 نشان بده و طور مثال مثلا چی رقم برتون بگم مثلا منزل اول کار کردی در منزل اول یک موقعیت خاص داری که باید اون موقعیت به حساب نشانی شود در پشت بام نشان داده بشه مثلا دودکش بخاری است و طور مثال دودکش است که از منزل اول شروع میشه در کجا باید نشانش بدی پشت بام باید نشان بشه بدی اینال تو 4 منزل سر در سر داری اون موقعیت چی رقم نشانی میکنی توسط نمی رفرنس پلان رفرنس پلان خاصیتش اینه نیست که در هر جایی که به حساب موقعیتش به حساب نشانی شود یک خط به حساب کار کنی اینی رقم اونمون رو در هر لیول که وارد شدیم مثلا لیول 4، لیول 5، لیول 1، لیول 2 برای شما عین موقعیت چی میکنن؟ نشانی میکنن بدونی که به حساب از اون قانون پروگرام رو چی کنن؟ استفاده کنن صحیح شد؟ اینمی قانونش هست اینال کاربردهاش چی هست؟ خب کاربردهای مختلف هم میتونیم برای این مثال بزنیم یک مثال مثلا اینمی جمعی پروژه رو ما تحت یک پروژه که به حساب کار کردیم که 4 5 منزل است به طور مثال این دیوارا برش میگم از لیول 1 شروع شود تا لیول چند تا لیول مثلا 5 بوده درست شد؟ تا لیول 5 یعنی دیواره ما چی شده ادامه پیدا کرد درست شد؟ ما میم در منزل اول از این در لیول 1 یک فرش به حساب کار میکنیم یک صفحه به طور مثال اینجا یک صفحه دارم فنش درست شد؟ اینی صفحه اینال میخواییم اینمی صفحه یا به حساب اینمی فرش یا هر چیزی که به حساب از بالکن است به حساب لوج است هر چیزی که به حساب است اینمی رو میخوایم در منزل پنجم بالای سرش به حساب پوشش ما طور کار کنم که بالای اینمی صفحه چی شود پوش شود فکس شود میخوایم پیک ما طور به حساب کار کنم که دو تا به حساب چی شود سر در سر قرار بگیره اینا اگه ما برم در لیول 2 خب لیول 2 اگه برم این فرش منزل اول برام نشون داده میشه درست وقتی برم در لیول 3 دیگه فرش برام نشون نمیده چرا چون مربوط لیول چند میشه یک میشه یکی با پوینتر به حساب رفت خب روفا باید در کجا کار کنم؟ لیول 5 دیگه آخرین لیول. وقتی که برم در لیول 5 بخوام در اینجا روفو ما کار کنم ببینیم موقعیت فلور در اینجا برای من نشانی نشده. که من باید چی کنم؟ بالای سر اونمو صفحه که در منزل اول دارم به طور مثال بیام در منزل پنجم چی کنم؟ پوشش کنم. الان وقتی که موقعیتش نفهمم یکم کار من جنجالی میشه. چی رقم جنجالی مجبور هستم برم در لیول 1 اندازایش بگیرم چقدر مثلا از این دیوار فاصله داره باز با مو اندازه به حساب بین روفم چی کنم در منزل آخر جابجا بسازم راه حل آسان چی است رفرنس پلان برین در لیول 1 از رفرنس پلان استفاده میکنی اطراف اونمو فرشه توسط به حساب رفرنس پلان چی میکنی مشخص میکنی مثلا یک خط اینجا یک خط اونجا الان وقتی که ما برم در لیول 5 قرار بگیرم اونم موقعیت فرش برام چی شده نشه الان روفم که به حساب اسکیج میکنم میفهمم که این موقعیت چی است
فرض است که در منزل اول کار شده، روف ما طور اسکچ میکنم که نمی قسمتم چی شود؟ پوش شود. من به حساب دستور روف یا فلور یا هر چیزی که به حساب باشه، مثلا فلور رو فعال میکنم، لایت شروع میکنم به اسکچ کردن، یک خط اینجا یک خط اینجا که بالا سر چی از این اسکچ شود. خط بعدی این قسمت، بعدیش اینجا 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 و تا آخر. خب این قسمت ها باید چی شود؟ طرف این خط و این خط هم کت ازی که شکل مفصل رو چی شود؟ بسته شود. ایناله فنش. خب ببینه دقیقا اون فرش که در اینجا دارم در منزل آخر چی شده؟ بالای سرش و مو اندازه و مو عباد پشت شده. درست شد؟ این میتونه به حساب یک کاربرد دستور چی باشه؟ رفرنس پلان باشه. کاربرد دیگهش اگر خاطرتون باشه، من روز اول بر شما گفتم زمانی که شما یک پروژه رو به حساب کار میکنید، اگر از پایین‌ترین لول کارتون رو شروع نکنید، از پایین‌ترین لول به حساب کارتون رو شروع نکنید، میتونم که برقامم خب بر شما روزهای اول به حساب سر چی صحبت کرده بودیم. گفتیم وقتی که در پروگرام رو در پروژه رو کار میکنین، از اول باید پروژه بر شما چی باشه؟ معلوم باشه که شامل چند منزل است، تاکوی داری نداری، اگر تاکوی داری چقدر به حساب پایین تر است و پسان به حساب این مسئله رو نمیتونیم چی کنیم در نظر بگیریم. چرا؟ وقتی این خاصیت به حساب چی است؟ خاصیت به حساب کمرایی است که در اینجا ما داریم. به طور مثال من میام در اینجا برازی یک لول تاکوی در نظر میگیرم، عین تعمیر ما کار کردیم، یک لول تاکوی پسان برش کار میکنم، لول منفی یک هم میگیرم نامشه، منفی یک، ارتفاعش هم همین منفی 250. اینا رو ببینین، زمانی که من در این لیول یک هستم، صحیح شد؟ اینی لیول یک. خب بطور اما به حساب قوانین به حساب پروگرام رو بتیره میست که به حساب پلان همین منزل برای من چی میکنه؟ نشان میده. اگر من برام بطور مثال در این لیول منفی یک ببینین، چیزی بخاطر نشان دادن وجود نداره. چرا؟ بخاطر که کامرا روشم به طرف پایین است. کمره که به حساب لیول منفی یک قرار داره در کجا قرار داره؟ اینی به طور مثال چی است؟ لیول منفی یک. کمره که قرار داره در اینی قسمت است، در حالی که لیول یک در کجاست؟ بالای سرش قرار داره، روش به طرف چی است؟ پایین. خب مطمئنن به حساب پلانی که شما در اینجا کار کردین بر شما نشان نمیده. اینا در اینجا چرا بر شما روز اول گفتم که نمیشه که پسان باز به حساب تصمیم بگیری که بر من پلان که به حساب کار شده پسان به حساب منفی یک شه کار کنی؟ به خاطر این مشکلاتی که در اینجا وجود داره. الان من در اینجا وقتی که موقعیت دیواره منزل اول نفهم، در کجا به حساب پلان منزل تا که اینو جابجا کنم؟ در هر جایی که به حساب جابجا کنم به صورت کیفی است، دقیق ممکنه نباشه. مثلا من میگم اینی تاکوی است، تاکوی که در کجا دارم؟ منزل منفی یک. اگه برم در حالت 3D اینی رقم میشه. ببین این دیوارای تاکوی و دیوارای چی منزله؟ اول. مطمئنا سر به سر دیوارا طرف نگرفته. اینا در اینجا چی میشن؟ دچار مشکل میشن. خب مشکلات ایجاد کرد دیگه. دیوارای وقتی که به حساب شما کار میکنین، یک تعمیر کار میکنین، کل دیوارا باید به حساب سر به سر قرار بگیره. دیوارا باید طوری باشه که به حساب منزل سر منزل قرار بگیره. تو نشه که منزل تاکوی در یک جای باشه، منزل اول در این طرف باشه. با 3D جواب نمیده. اینا در اینجا راه حل چی است؟ اینم دستور رفرنس پلان که براتون گفتم. میتونیم به حساب در لول یک وارد شوین از طریق دستور رفرنس پلان اطراف چی را؟ اطراف پلانتون یک نشانی کنین. مثلا من میگم اینی موقعیت های چی باشه؟ موقعیت های دیوارایی که ده تا کوی داره. یا ماس آخرش. اینا وقتی در لول منفی یک برم، اینی موقعیت چی شد؟ دیوارایی که در منزل اول دارم. وقتی در لیول 5 نشون میدم. آه، در لیول 5 ما گبریم نشون میده. خب در لیول 5 فعلا دیوار داریم. خب بازم این نشانش میده. اینی خطا است. درست شد؟ ده هر 100 تا لیول هم که داشته باشی، ده 100 تا لیول هم نشون میده. چی به طرف بالا باشه، چی به طرف پایین. مثلا که دیوارا زیاد داشته باشه میره بالا. اینا رو خب بریم راه حل دیگه باز وجود نداره. چرا وجود نداره؟ وقتی تو از اول یاد داشتی تا قبیل کار نکردی. اناله گپ کجاست؟ اناله ای به نظرت سخت تر است یا ای که بیایی بسه پروژه را دلیت کنی پس اصلا از کجا کارت شروع کنی؟ از تاکوی شروع کدامش سخت تر است؟ ای سخت تر است نه؟ بخاطر چی؟ بخاطر که تو اینه می رقم آمدی مثلا ده منزل کار کردی پس هم نفر میگه برما تاکوی کار کنی؟ میگه نه تاکوی برما نگفته، میگه نه یک تاکوی هم کار یا گراج کار یا گراج کار یا چیزی به حساب کار.
اینا تو بازنامه چه باید چی کنی نشانی کنی. باز اون لازم نیست که به حساب کل دیوارا رو مشخص کنی. من کل دیوارا رو برای شما به خاطر چی مشخص کردم؟ بخاطر که بهتر به حساب همون موقعیت چه به حساب درک کنین. با شما میتونین همون یک خط به حساب کار کنین که بفهمین که اونموجه به حساب دیوار تاکل دیگه چه باز بر اساس ابعاد تاکل که داری، ابعاد منزل اول داری، خودت میتونی چی کنی عیار کنی دیگه. لازم نیست به حساب کل خطاش کار کنی. یعنی یک خطی که داشته باشی مثلا این یک خط دارم، این دیگه‌اش رو دلت میکنم. این حال میفهمم که از این طرف به این طرف به حساب منزل اول چقدر دیوار مپیشه. آیا رفرنس هستیم؟ آه؟ حالت نمیشه که اصفاد یک مثلا یک خط یک کنجا یک نمشه. آه؟ با رفرنس بتیم فلان هر لبل اول کپی بگیریم و کمان بریم در فلان رو تاکریم. در کپی مشکل نیست، ولی بعض وقتا پلان تاکلی کرده پلان منزل اول متفاوت می باشه. اگه اگه یک چیز باشه خوب و بیخی کارت آسان است. چی رقم آسان است؟ اما در بسیاری که پایست کالاماز نه؟ کالاماز جا دانه دانه خونه بشه که اما یک مثلا نیمی یک نفش شهر از این تعمیره ما رو پلان قرار بکنیم بریم در پایان و مکمل می پلان کپی بگیریم نه او اصلا کپی پیس او ضرورت هم بود کارا نیست رفرنس باز کار نداری وقتی چی وقتی دلویشن وارد میشه اونم رو چی میکنی یک طبقه به حساب پایین میکنی شه مثلا دیوار اینجا است این دیوار رو به حساب پایین میکنی خب دیوار وقتی که گفتیم دیوار در فلان هست یعنی کلش به حساب پایین میشه دیگه صحیح شد کلش اینانه هدف ما سر از این است که پلان تاکوی یکی که پلان منزل اول متفاوت باشه یکی هم به حساب بعض وقتا به حساب میشه خواه اکثرا به حساب این مسئله وجود داره که دیوارای تاکوی تام که دیوار منزل اول تام به حساب متفاوت است شما دیوار تاکوی مثلا سنگکاری کار میکنی زخامتش چقدر مثلا 60 سانتی است درست است؟ دیوارای منزل اول تام چقدر است؟ مثلا 35 سانتی اینمی که به حساب زخامت ها فرق کرد، متریال فرق کرد، شما مجبور هستین از این رفرنس اینمی روش که گفتم از این استفاده کنین. در صورتی که کاملا یکسان باشه، مثلا این نمیشه دیوارای ما کاملا یکسان است. متریالش یکسان است، زخامتش یکسان است، هیچ فرق با هم دیگه نداره. خب رای آسان تر از کلش انتخاب کو، در فیلتر سلکشن وارد شو، فقط چی انتخاب کو؟ وال. وال تا بگو، دیلمن پراپرتیز، بجای که بیسش لیول 1 باشه، لیولش چند باشه؟ منفی یک باشه خودش اعتماد به جای که از یک شروع شه از چند شروع میشه منفی یک شروع میشه تا کویشم چی شد کارش ولی هدف ما زمان است که پلان تا کوی که پلان منزل اولتون چی باشه متفاوت باشه یکی و یکی هم چی زخامت های به حساب دیوارا به حساب فرق کنه در اون صورت باید مجبور هستین چی کنه از این رفرنس ها نه میال لول منفی یک است دیگه معلوم میشه دمیجه اینی به حساب دروازه است که در سطح منزل اول است اینه قدر زیرش چی است؟ دیده بلانش دیده آه آه یعنی لیول منفی است اینی دیواره است که پایین دارد لیول منفی یک لیول یک یک دروازه و کلکین داره منفی یک دروازه و کلکین دیگه نداره فقط چی است؟ دیواره است یک سوال میده آه مثلا سین کارکاسی ترین منزل در منزل آه و یقینم که کالا میک در بسمنت هست یا منزل اول است تا منزل در عوارش خود میشه او با در کالم برتون میگو در کالم هنوز نرسیدیم کالم خودش به حساب رای حلای بسیار آسان داره بخاطر کپی کردن و به حساب جابجا ساختنش اینجا ما هدف ما سر چی از سر عزیز که مثلا سیستم دیوارهایتان به حساب چی باشه سیستم تعمیرتان شکل دیواری باشه کارکاس نیست عناصر و بردار ما چیه دیوار هست این پلان که ما در اینجا داریم دیواری است صحیح شد؟ هدف ما اینه میست که شما اگر مثلا پلان منزل تاکویتان یادتان میره چی رقم میتونین به حساب چی کنین؟ موقعیت منزل اول نشان میتونین یک رفرنس هسته که برش میتونین درست شد؟ ما هدف ما سر چی از هدف ما دهی است که خود دستور به حساب رفرنس پلان بر شما معرفی کنیم که چی است؟ خود این رفرنس پلان به خاطر چی بدرد میخوره فقط اینم که شما بفهمید که دستور رفرنس پلان در هر موقعیتی که در یک لیول نشانی شوه در دیگر لیول هم عین موقعیت بر شما چی میکنه؟ نشانی میکنه اینمی به حساب چی است؟ گپ و واضح شد مثلا یک چیز دیگه هم میتونیم گفتن مثلا شما یک تعمیر گرفتین موقعیت چای آب که به حساب چای فاضلابش چی است؟ مشخص شده است یک موقعیتش به حساب مشخص اینا این موقعیت ها در کجا نشانی میشه؟ در سایت پلان یا مثلا لیول سپریم مشخص میشه در دیگر منزل هم به حساب شما ضرورت داری کنون موقعیت ها چی شده؟ بر شما به حساب معلوم باشه که در اون موقعیت ها یکی تعمیرتان به حساب پیش نبیه تعمیرتان در روی از اون قرار نگیره پلانتان به حساب کلان نشه اینا اون موقعیت توسط چی توسط این رفرنس پلان به حساب مشخص میتونه به حساب کاربردهای بسیار زیاد برش چی بکنه مثال بزن این به حساب کاربرد دیگه و یک کاربرد دیگه که به حساب دستور رفرنس پلان داره در کجا دستور روف نوعیت دوم نوعیت دوم بام اگه خاطرتان باشه باختر کار کردن بامایی که به حساب مقطع چی داشت مقطع خاص داشت مثلا همون شکلای به حساب برق ماننده که کار کردیم یا شکلای به حساب کنگوره کنگوره را که به حساب کار کردیم اینا نه
ایره وقتی که به حساب استفاده کردیم پیک پلان ضرورت داشتیم، در اینجا خط راهنما ضرورت داشتیم که خط راهنما از چی بود؟ دیوار انتخاب کردیم، خط دیواره. اینان شما اگر یک پروژه نداشته باشیم مثلا دیگه میجه هیچ چیز وجود نداره، درست شد؟ وقتی که ما میم نویت دوم بام به حساب استفاده میکنم، وقتی که در این صفحه هیچ چیز وجود نداره، ما از این دستور استفاده کردن نمیتونم. چرا؟ خب یه خط راهنما ضرورت داره. اینان این خط راهنمای از این غیر از این که به حساب میتونین دیوار اینا رو براش به حساب مثال بدنین، میتونین از چی استفاده کنین؟ رفرنس پلان هم استفاده کنین. یک موقع توسط رفرنس پلان مشخص میشه، یکی دیگه از کاربردهای چی است؟ رفرنس پلان است. اینال مهم نویت دوم بام فعال میکنم، صحیح شد؟ پیک پلان به جای دیوار دفعه چی انتخاب میکنم؟ خط رفرنس انتخاب میکنم. این انتخاب میکنم، بعد از اون میتونم در این اونمو خط یا اونمو موقع چی کنم؟ یک شکل به حساب دیزاین کنم، مثلا این یک اینجا بدون که به حساب در این صفحه چیزی وجود داشته باشه. یه سابق کنه اینجا درست شد؟ بعض وقتا میشه مثلا در این طرف روبروی سرمیاش ما چون دیدن یعنی اونجا یک اوتل نو جور شده، اوتل استقلال بازو گرفته همیش جا؟ سمیستان چه پاشده؟ سرمیاش چیز میگم طرف قرغت هست باش که راه اینی طرف مسیر کم کده اینی طرف افشار اونجا امی دروازه ورودی شه امتی یک شکل پاک کنم اوتا یک شکل خونه دقیق تر اگر بخواهیم کارش کنم امتی یک ورودی برش کار کنم امتی یک ورودی که به حساب متکی به هیچ چیز نیست، دیوار اینا نداره، فقط خودش چیست از چیز استفاده کرده، یعنی الکوپان اینا به حساب استفاده کرده، اینا تو یک شکل به حساب یک ورودی داده که از اینجا به حساب موتورا چی میشه عبور میکنه، یک ورودی داشت، ورودی به حساب با پارکینگش. یعنی میتونید از این روش چیکار کنید استفاده کنید بدون که دیوار، چون اگه دیوار باشه خب باز مجبور هستی یک دیوارم به حساب استفاده کنی. ما دیوار نمیخوایم داشته باشم، از چی استفاده کردم؟ از رفرنس پلان. اون خط من ترسیم کردم، رفرنس پلان هم باز میشه که بخی پاک کنی ضرورت بهش نداشته باشه، درست؟ یا هم کاربرد دیگه دستور چیه؟ دستور رفرنس پلان. خب سوال نیست دستور رفرنس پلان؟ خب بریم سراغ دستور بعدی ما. دستور بعدی ما دستور چیه؟ دایمنشن. خب دایمنشن به خاطر چی است؟ به خاطر اندازه گذاری. وقتی که به حساب شما میخواین پروژهتون رو به حساب اندازه گذاری کنید، از دستور چی استفاده میکنین؟ دایمنشن استفاده میکنین. خب دستور دایمنشن وقتی که به حساب فعال میکنین، اونم دایمنشن است که شما در پروگرام متکاتم دارین. حالتای مختلف به حساب اندازه گذاری در این قسمت والا وجود داره که الاینت است و به حساب لاینر است و به حساب دیگهش به خاطر انگولار، به خاطر زاویه است و به خاطر نشان دادن طول قوس است. هر کدومش خواستین چی میکنین استفاده میکنین. فقط تفاوتی که دایمنشن پروگرام روید که تو پروگرام متکر داره چند تفاوت با هم دیگه داره. یک تفاوت به حساب عمده که داره ای است که شما در پروگرام متکر وقتی که دستور دایمنشن استفاده میکنید، در این صفحه هیچ چیز که وجود نداشته باشه، یعنی نه خط باشه نه نقطه باشه، هیچ چیزی که به حساب در این صفحه نباشه، وقتی که دایمنشن فعال کنی دو نفر در این صفحه کلیک کنی اندازش بر شما چی میکنه؟ نشان میده. اما در پروگرام روید ببینه هر چقدر که من در اینجا کلیک کنم اندازه بر من نشان داده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دایمنشن متکی به چی است؟ متکی به عناصر است که در این پلانتون به حساب موجود باشه. یعنی متکی به پلان است. تا پلان نداشته باشی از دایمنشن هم استفاده کرده نمیتونی. یعنی تا دیوار نباشه باشی، دروازه نباشه، کلیکین نباشه، اینا نباشه، شما دایمنشن هم در پروگرام روید استفاده کرده نمیتونید. اینو دقت داشته باشین. این یک تفاوت. خب تفاوت‌های دیگه ایشم باز میگم براتون. خب این حال وقتی که دیوار در اینجا دارم، با مجرده که در اینش قرار میگیرم، ببینید کجا رو برام انتخاب میکنم؟ وسط دیوار. چرا؟ چون در اینی قسمت اگه ببینید در قسمت پریفر گزینه چی فعال است؟ وال سنتر لاینش فعال است. یعنی چی؟ یعنی از وسط دیوار، از وسط دیوار تا وسط دیوار اندازه رو برام چی میکنه؟ نشان میده. باز از وسط دیوار تا وسط دیوار کش میکنی تا اینی قسمت، باز از وسط دیوار تا وسط دیوار بعدی اینی رقم اندازه رو چی میکنه؟ مشخص. صحیح شد؟ اینی به حساب اندازه گذاری در پروگرام روید است. خب بعضی وقتا ممکنه به حساب ضرورت پیدا کنه، نمیخوای به حساب از سنتر دیوار بگیری، میخوای از چی بگیری؟ کنارهای به حساب دیوار بگیری. مثلا اینجا من میخوام اندازه داخلی از این اتاق نشان بدم. خب اندازه داخلی اتاق به این معنی است که یعنی سنتر دیوار تا سنتر دیوار نمیخوام نشان بده، میخوام از کنار دیوار تا کنار دیوار بر من اندازه نشان بده. در وقتی که میخواین که اندازه رو کناری بگیرین، در این قسمت من کلیک میکنم، مثلا گزینه وال فیس شفال میکنی، انال از کنار دیوار تا کنار دیوار اندازه چی میکنه نشان بده؟ 3 متر. بهش چند بود؟ 325. سنتر تا سنتر 325 و از کنار تا کنار چقدر؟ 3 متر. خب تفاوت دیگه که به حساب دایمنشن پروگرام روید که پروگرام متکد داره چی است؟ مربوط به حساب دایمنشن استایل به حساب پروگرام
ریویت میشه. شما در پروگرام متقاعد وقتی که در قسمت دایمنشن استایل وارد میشین، اعداد که به حساب در قسمت دایمنشن استایل به حساب میتین، مثلا اندازه تکس میتی، اندازه همین به حساب ویکتورا را که به حساب میتی، اندازه به حساب همین خط کج به حساب میتی، اندازه که به حساب این خط به حساب اکستنشن لاین چقدر برای دایمنشن لاین چقدر به حساب بیرون برای این اندازه را وقتی که میتین، بچی است با واحد است، واحدی که به حساب در خود پروژه به حساب شما در نظر گرفتی، مثلا واحد میلیمتر است به اساس میلیمتر شده، اگر سانتی متر است به اساس سانتی است، و در صفحه مدل به حساب اندازه رو میدی، یعنی وقتی که او رو باز شما پرینت میکنین به اساس مقیاس چی میکنن؟ تغییر میکنه دیگه، درست است؟ وقتی که مثلا میتی اندازه تکسس است 300 میلی، او 300 میلی رو وقتی که در واحد به حساب در مقیاس مثلا 100 پرینت میکنی، خب مطمئنا در سر دایمنشن هم چی میکنن؟ تاثیر خودم میمونه مقیاس، اما در پروگرام ریویت مقیاس پروژه ربط به حساب با دایمنشن تا نداره، یعنی اندازه خودش دایمنشن استایل خودش به صورت اتومات چی میکنه؟ تعیین میکنه. شما وقتی که به حساب پروژه رو به حساب کار میکنین، پروژه به حساب از یک سری استانداردا باید استفاده کنین، استانداردی که در مضمون رسم تکنیک و هندسه درسی می اینا به حساب درس داده میشه، یعنی مثال اول کوانتون به حساب درس داده میشه، مثلا میگن که اندازه تکس باید چقدر باشه، چقدر باید به حساب خط دایمنشن تا بیرون براید، اگر ویکتور است ویکتور باید چقدر دمزن، و این وقتی که به حساب شما در پروگرام متکد کار میکنین، در مقیاس های مختلف مجبور هستی دایمنشن استایل چی داشته باشی؟ متفاوت داشته باشی. وقتی که یک پروژه رو در مقیاس 100 میخوای پرنت کنی، باید در دایمنشن استایل به حساب استفاده کنی که برای مقیاس 100 چی شده؟ عیار شده. وقتی که در مقیاس 50 میخوای پرنت کنی، باید از 50 اش استفاده کنی. نمیشه از دایمنشن استایل که در مقیاس 100 به حساب استفاده شده، اون رو بیای باز پروژه رو در مقیاس مثلا 20 پرنت کنی. چرا نمیشه؟ باختر که وقتی که برای ازو اسکیل میتی، خب مطمئنا دایمنشن قطعا چی میشه؟ کلان میشه. پروژه به حساب انمی وقتی که شما پروژه رو پلن میکنین در مقیاس های مختلف، اگر اندازه تکس هایتون از همدیگه به حساب فرق داشته باشه یا دایمنشن هایتون به حساب متفاوت باشه، انمی خودش به حساب چیه؟ ضعف به حساب دراوینگ تون نشون میده. چرا؟ به خاطر که شما در هر مقیاسی که پرنت میکنی پروژه را، در هر مقیاسی که پرنت میکنی، دو تا پروژه اگر به حساب بعین به حساب دو تا پروژه عین چیز باشه، در دو مقیاس متفاوت وقتی که پرنت میشه، فقط اندازه چی تغییر میکنه؟ خود پلانا تغییر میکنه، دایمنشن ها دیگه تغییر نباید بهش به حساب وجود داره، یعنی ادوش وقت پالی هم میمونی باید اندازش کاملا چی باشه؟ فیکس باید باشه، نه اندازه باشه. این مساله رو پروگرام ریویت خودش بسات تو مود به حساب در نظر میگیره، لازم نیست شما چی کنین؟ به حساب ایده تعیین کنین چی رقم به حساب فهمیده میشه از این قسمت. ببینین مقیاس ما فعلا چی است؟ یک نسبت 100، اندازه دایمنشن ما به این اندازه است، درست است؟ اگر ما بریم مقیاس تغییر بدم، مقیاس سفر چم بسازم؟ مثلا یک نسبت 50. خب یک نسبت 50 بسازم به چی معنی است؟ به این معنی است که پروژه ما دو برابر باید چی شود؟ کلان شود، از حالت قبلی کنه دو برابر کلانتر. وقتی که یک نسبت 50 میگیرم، ببینید دایمنشن ها چی شد؟ خرد شد. در حال که دایمنشن خرد نشده، دایمنشن به اندازه سابق خودش است. چی تغییر کرد؟ پلان تغییر کرد. دایمنشن هم دایمنشن است، پلان ما چی شده؟ دو برابر کلان شده. به این رقم به حساب با من مقایسه معلوم میشه که در واقع دایمنشن چی شده؟ خرد شده. درست شد؟ یعنی ضرورت شما ندارین که در پروگرام رو به چی داشته باشی؟ دایمنشن سالای به حساب مختلف داشته باشی. برای مقیاس 100 به حساب یکی جور کنی و 50 یکی جور کنی، برای 20 یکی جور کنی، برای 5 یکی جور کنی، برای 4 یکی جور کنی. کار که در پروگرام متکد شاید اکثر تا انجام داده باشه. درست است؟ اما در اینجا دیگه هیچ ضرورت به او کارا نیست. خودش اتومات چی میکنه؟ عیار میکنه. و خوبی دیگه چی است؟ شما به حساب پروژه اومدی در مقیاس 100 به حساب اندازه‌گذاری کردی. ضرورت میشه نفر میگه برام در مقیاس 100 ایده پرنت نکن، در مقیاس 50 پرنت کن. وقتی که 50 بسازی خودش اتومات ببینه اندازه چی کرد؟ تغییر کرد. کار که در پروگرام متکد امکان نداره دیگه. دیدیم دیگه وقتی که شما یک پروژه در مقیاس 100 اندازه گذاری میکنی، اگر مقیاسش تغییر کنه برتان بگه در 50، مجبور هستی کل دایمنشن استایل چی کنی پس سواره تغییرات درش بیاری، اما در اینجا دیگه ضرورت به اون کارا نیست. صحیح شد؟ یا هم خوبی دیگه به حساب پروگرام دایمنشن چیه؟ دایمنشن پروگرام ریویت است. و اندازش اگه بخوایم به حساب تغییرات بدین، یک نفر بازم میگه که نه ما میخوایم خودم به حساب کمک در ریاضی بازم چی کنم تغییرات بدین، بخاطر تغییرات آوردن باز میشه که انتخابش کنین برین در المنت پراپرتیز نیو ادیت، اینجا تمام اون بخشایش هست میتونین چی کنین درش تغییرات بدین، باز خودتون میشه که اندازه و تکس رو به حساب رنگ و گپاش کلش از این قسمت چی کنین درش تغییرات بدین. خب میریم سراغ دایمنشن و دیگه مسائلی که به حساب داره. خب ایناش خوب کتش آشنایی داره، لاینر به خاطر چی است؟ الاینت خط زاویه دار، درست، ولی اندازه چی رو میگیره؟ اندازه حقیقی رو میگیره. لاینر با چی رو میگیره؟ مرتسم افقی یا عمودیش رو میگیره، یعنی فاصله بین دو نقطه اگه به حساب به شکل مایل هم باشه بازم چیش نشان میده؟ افقی یا عمودیش نشان میده. به طور مثال اینجا من دو تا نقطه دارم، یک خط دارم، خطی که طولش از چقدر؟
100 واحد از اینجا تا به اینجا. اگر از لاینر استفاده کنم ایران کش میکنه و پایین ایران کش میکنه و اینی اندازه نشون میده که ممکنه از 100 چی باشه خودتر مطمئنم خودتر است، ممکنه مثلا چند باشه 90 باشه یا 80 باشه. صحیح شد؟ این لاینر است و لاینر با چی نشون میده؟ اینه میره با اکیش نشون میده و سر نشون میده. دیگه زاویه و ایناست که ایناشون به حساب خودتون میتونین به حساب استفاده کنین. خب یک مسئله اگر خاطرتون مانده باشه در روز اول سوال کرد، نمیفهم کدامتون سوال کردین، مسئله به حساب فکس ساختن به حساب چی بود؟ کلکین اینا بود که گفته چی رقم میتونیم کلکین در وسط یک اتاق چی کنیم فکس بسازیم، به طور مثال اندازش به حساب تعیین کنیم که چقدر به حساب از دیوار چی داشته باشه فاصله. به طور مثال در اینجا من یک دانه کلکین دارم، اینی کلکین رو میخوایم طور به حساب عیار کنم که فاصله اش از دو تا دیوار کاملا چی باشه مساوی باشه. از چی استفاده میکنیم؟ دایمنشن. به چی ترتیب می دایمنشن فعال میسازی؟ که خب میشه که از کنار دیوار بگیرم وال فیس، کنار دیوار فعال میسازم تا کجا؟ سنتر. ببینید سنتر کلکینی که بیه یک دانه خطک به حساب به شکل تیره تر نشان داده میشه، یعنی چی است سنتر کلکین؟ سنتر کلکین کلیک بعدی رو میکنم، کلیک بعدی رو میرم در کجا میکنم؟ باز کنار دیوار. صحیح شد؟ اینی قسمت وقتی که کلیک کردم کش میکنم به طرف بیرون، به طرف بیرون که کش کردم اینی قسمت چی داره؟ ایکوال ایکیو. فعلا چی است؟ مساوی نیست، سرش یک علامت است. نه انمی رو که سرش کلیک کنی، اینه میده که سرش کلیک کنی کلکین دقیقاً بر شما در کجا عیار میکنه؟ سیده وسط. دیگه ضرورت نداری که یک سال به حساب بیره کم این طرف طرف بری تا که اندازش چی شد؟ فکس شد. یعنی این فکس که شد باز میتونی دایمنشن چی کنی؟ دوتا باشه باز باین باز اینال در دوتا کلکین باز وسط ساختنش شکمه که جنجال داده وقتی که سنتر تا سنتر است ممکنه اگر عباد شکمه که چی شد دوتا کلکین در داخل هم دیگه بره. درست است؟ دوتا کلکین یکم سخت است. یعنی ما باش برتن کار کنم که منظورم چی است. این دو تا کلکین دارم نه؟ خب این حال من از کجا بگیرم؟ دایمنشن اگر از سنتر بگیرم به طور مثال از سنتر دیوار تا سنتر کلکین دیگه شم تا سنتر کلکین بگیرم سنتر کلکین یا مینیجه این چی میکنه؟ اینی سه فاصله رو بر من مساوی میسازه. درست شد؟ وقتی که ایکوال بگیم اینی رقم میشه، این سه فاصله مساوی شد ولی دو تا کلکین بعد دیگه بسیار چی شد؟ نزدیک شد. بازی دیگه راه حل نیست بخاطر دو کلکین. اون رو دیگه باز خود تان میتونین به حساب محاسبش کنین اندازه مثلا طول به حساب همین چی داری؟ از طریق دایمنشن او در زمان موارده که گفتم یک دانه کلکین باشه از اون میتونین بسید شاید یک رای میشه باشه مثلا میشه خب گفتم از دیگه منوال استفاده کنین دیگه دستی به حساب خود تان این طرف طرف ازیش نمیشه دیگه به خاطر که اندازه کلکین که تو اندازه به حساب چی است متفاوت است دیگه. خب مطمئنم به حساب این سه اندازه رو فقط این اصلا ربط به این نداره که به حساب این کلکین باشه، هر جایی که به حساب شما اندازه بده اون اندازه رو کلا بر شما چی میسازه مساوی میسازه. میشه مثلا اصلا این نباشه، یگان چیز دیگه باشه، دروازه باشه، یگان دیوار باشه، کلش چی میکنه مساوی نه. مثلا این دیوار من میگم دایمنشن وسط از این دیوار وسط از این دیوار و بعد از وسط این دیوار وقتی که اکوال بگه اون امور بر ما مساوی میسازه، دیوار کش میکنه دیگه به حساب طرف به حساب کلکی نگه پای راستن سایت نمیکنه که چی است. درست شد؟ چی را؟ خطایی که در آمریکا است اونایشه؟ اگر بخوایم به حساب از بین ببرین خب گفتم یکی تنظیم میشه و اگر تنظیم به حساب نخواهیم به حساب شما میشه که شما خودتان به حساب از اینجا به حساب داره به حساب امکانات چه کلیک میکنین این نقاط چه گرفته کش که تا از اون ذکر میخواه ای به این شکل اوتوماتش با داد دایمنشن استایل به حساب تنظیم میشه در قسمت تنظیماتش هست که باز میتونین چی کنین تنظیمات چه انجام بده. خب دیگه در قسمت دایمنشن بعد از او در اینی قسمت در قسمت پیک یک گزینگه که دیگه داریم بنام گزینه چی انتروال انتروال چی هست مثل کویک دایمنشن مارست که شما یک دیوار سرش کلیک میکنی کش میکنی خودش ابتدا و انتهای دیوار چی میکنه مشخص، یعنی ضرور نیست که دو دفعه کلیک کنی فقط یک دفعه کلیک میکنی. اگر گزینه اولش فعال باشه خب مجبور هستی ابتدا و انتهای دیوار چی کنی مشخص کنی، اما اگر به این گزینه چی رو فعال کنی انتروال فعال کنی سر دیوار که کلیک کنی کش کنی به طرف بیرون خودش اتومات چی میکنه ابتدا و انتهای دیوار مشخص میکنه. درست شد؟ این رقم اینال در گزینه انتروال چند بخش دگام داریم که ایران باش که کار کنیم. میشه دلت کنم
دایمنشن میم از اینجا گزینه اینتروال فعال میکنم. خب یکی حالت بود که به حساب کلیک میکردم کش میکردم به طرف بیرون، خودش اندازه شه برام چی میکرد؟ ابتدا و انتهای دیواره مشخص میکرد. اینال دینمی دیوار ما در سه دانه به حساب چی دارم؟ دروش کلکین دارم. ما اگه بخوام اندازه کلکینم برام چی کنم؟ مشخص کنم دمی گزینه اینتروال. وقتی که اینتروال فعال کردم اینجا آپشنم برام فعال میشه، سر آپشن کلیک میکنم، بعد از اون برش میگم اوپنینگ هایی که در روی دیوار است. اوپنینگ به حساب شامل چی میشه؟ شامل اینمی دروازه، کلکین، سوراخ، دکتا، چیزایی که به حساب در روی دیوار به حساب کار میشه. اینمی نکنه شامل اوپنینگ هاست. میگم اوپنینگ ها هم برام اندازه شی چی کن؟ مشخص کن. وقتی که اوپنینگ تیک مارک زدم دو گزینه دارم، یکی سنتر است دیگه چی است؟ ویدس. اگر سنتر گرفتین یعنی سنتر تا سنترش مشخص کن. باز اگر وید گرفتین کنار تا کنار رو برام چی کن؟ مشخص کن. وقتی که اوکی بگویم سر دیوار کلیک کنم کش کنم به طرف بیرون، این رقم نشانش میده. از آخر دیوار تا سنتر کلکین، سنتر کلکین تا سنتر کلکین دیگه، تا سنتر کلکین دیگه، همین رقم تا آخر اندازش چی میکنم؟ نشان میده. و اگر بهم گزینه چی استفاده کنم؟ ویچ استفاده کنم، با دوز رو چی میکنم؟ کنار تا کنار. خب دیگه دو گزینه دیگه هم دارم، یکی اینترستینگ وال، یکی هم اینترستینگ گرید. این به خاطر چی استفاده میشه؟ این در موارد استفاده میشه که دیوارتون توسط یک دیوار دیگه از طرف داخل قطع شده. مثلا این دیوار رو ببینه از طرف داخلی دیوار ما قطع کرده یا نه، ولی اندازش بر من نشان نداده. اینمی اگه بخواید اندازه ایران بر شما نشان بده، این گزینه چی میکنی؟ تیک مارک میزنی. و گرید هم خب از گردا استفاده میشه. زمانی که شما از گردا استفاده میکنین، اگه بخواید اندازه گردا رو بر شما مشخص کنه، از این استفاده میکنین. سرش کلیک میکنم، مثلا کدام دیوار؟ اینی دیوار. کش میکنم به طرف بیرون. این کل اندازه‌اش چی کرد؟ نشان داد. باشه میپرس یکم خورد بسازم که بار میشه. کنار دیوار تا زخامت دیوار همین رقم پیش رفته. کنار باز کنار تا کنار کلکین، فاصله بینش و این دیوار که در اینجا دارم همین رقم تا آخر کل اندازه را نشان داد. درست شد؟ اینی دستور دایمنشن. دیگه اندازه گذاری دیگه بسیار چی میسازم؟ آسان میسازه دیگه. ولی در دایمنشن هم باید فکرتان باشه که اونم یک مسئله آبجکت به حساب باید وجود داشته باشه که بتونید از دایمنشن چی کنید؟ استفاده کنید. یا مزید. خب بالا دستور دایمنشن دستور چی رو داریم؟ سکشن رو داریم. خب سکشن به خاطر گرفتن قطع است دیگه، از نامش هم به حساب پیداست. سکشن رو فعال میکنین در جای خواسته باشین یک پنسل اکت آمد نه؟ یعنی پنسل به حساب کلیک میکنم کش میکنم این طرف تا که به حساب برام چی شوه؟ یا خط قط به حساب ترسیم شوه. و مجرد که خط قط در اینجا به حساب ترسیم میکنم، در قسمت پروژکت براوزر در اینی قسمت یک بخش اضافه میشه به نام چی؟ سکشن. سر مثبت از این که کلیک کنم، باز سر سکشن یک به حساب دبل کلیک کنم، سکشن اینی تعمیر برام چی میکنه؟ نشون میده. دیگه ضرورت نداره که شما اثر چی کار کنید؟ سکشن کار کنید. فقط خط قط عبور بده خلاص. فعلا برام کلکینا رو فقط به اینی جزئیات نشان داده، به این شکل نشان داده و دیوار رو داخلش اچکاری نکرده. چرا اچکاری نکرده؟ باختن فعلا متریال نداره. شما با در قسمت متریال که رسیدین، با اونجا یک بخش داریم که در قسمت سکشنش تعیین میگیرن که نمی دیوار مثلا اگه خشت است، خشت چی رقم نشان بده. اگه پلاستر است، پلاستر چی رقم نشان بده. اگه کانکریتی است، کانکریت چی رقم نشان بده. اون اچکاریه که شما در پروگرام متکد دارین. او اگه باز استفاده شه، باز نمو اچکاری رو بر شما در اینجا چی میکنه؟ نشان میده. فکر میکنم در اینجا داره مت یک دیوار اینی کانکریتیشه ببینه. این کانکریتی رو فعال کردم، اینه ببینید چی نشان داده؟ کانکریت. اینه میره شما هر چیزی که به حساب خواسته باشید میتونید چی؟ نه 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 ببینید سمبول هایی که شما در پروگرام اتوکاد دارید، مثلا شما می چی را کار میکنید؟ اقشار که برای فرش به حساب در نظر گرفته میشه، مثلا آیه قرارات چی رقم نشان بدید؟ آیه رطوبت چی رقم نشان بدید؟ مثلا آیه قرارات چی رقم نشان داده میشه؟ یک چیز نشان داده میشه، نه از این سمبول. مثلا کانکریت چی رقم نشان داده میشه؟ کانکریت یعنی می رقم است نقطه نقطه در بین شما تو مثلثکا. درست شد؟ اگر مثلثا رو نداشت باز تنها نقطه نقطه و چی میشه؟ پلاستر میشه. نه نه پلاستر پی سی سی خود از این میز پی سی سی همین مثلث مس آر سی سی باز تو یک خط چیز هم میشه، خطای 45 درجه. غیر از این یک خط 45 درجه هم چی میشه؟ خطای موازی اضافه میشه. اینی سمبولا رو من منظورم است. اونونا رو با شما در متریال اضافه میکنی، باز اونمو در اینجا بر شما چی میشه؟ نشان داده میشه. حال فعلا چون متریال نداریم و می شکل به حسابی چی میکنه؟ نشان میده. یعنی ببینید نمی سکشن رو ببینیم از طرف مطالعهش میکنیم که صحیح است یا نه. خب سکشن که در اینجا داریم یک کلکین دقت اومده، بعد از اینی دروازه دادید، دروازه بعدی هم دادید، باز این کلکین دیگه دقت و اینی کلکین ده نما. صحیح شد؟ اینمی باید دمی رقم باشه. سکشن از سمت چپ یک کلکین دقت، یک دروازه، دروازه بعدی اینی دیوارم دقت. درست است؟ دقت آمده یا نما؟ قط است.
دو دروازه باز کلکین، باز کلکین بعدی دنما، این دیوارم دنما، نمای دیوار است. این دقیق بر شما قطع چیکار نشان داده، بدون کدام مشکل و بدون کدام خطا. اکثرا دیده باشین دیگه که سکشن ها یگان تا به حساب فکرشان که نباشه، ما نمی‌بینی سکشنش قطع پلانش اصلا هم خانی نداره. ما در دوره معاصلی هم یکم به حساب مشکل پیدا شده و استاد داوود ما را درس میداد. باز دو نفر به حساب نقل کرده بودن عین پروژه را آورده بودن، باز یکیش رنگا پرینت کرده بود، یکی دیگه سیاه‌سفید، با فاصله زیاد هم به حساب بردن. یکیش نفرای پنجم ششم برد پروژه خدا، نفر دیگه عین نفر 25م برد پروژه خدا به حساب نشان داد. همین نفر دومیش که به حساب برد گیرشان کرد در دویشان. چی به خاطر چی گیرشان کرد؟ به خاطر که همین قطع آمده بود در دویش به حساب چی کرده بود؟ غلط کار کرده بود. چی غلطی به حساب دقت بود؟ پروژه مکتب بود که قطع که به حساب کار کرده بودن بامبوتی به حساب آمده بود سمت راست، در حال که دقت اگه میدیدی خط قدی باید بامبوتی سمت چپ بود. اونم چون اشکال هر دویش به حساب یکسان بود، اشکال بسیار فاحش بود، از این می به حساب پیداشان کرد که این دو تا نفر به حساب پروژه چی آوردن کپی آوردن. بازی رقم به حساب نگیر اومد دیگه، پروژه که به حساب غلطی داشته بود. در حال که اونم اگه نمی بود مشکل کس پیدا نمیکرد، چون غلطیشان یکسان بود زود به حساب گیر اومد. الان نه اینجا ولی دیگه مشکلات دیگه وجود نداره. این قطع بر شما نشان داده بسیار به مشکل درستش. خب این شد قطع چی؟ قطع ساده. درست شد؟ چی به شکل به حساب طولی باشه، چی به شکل عرضی باشه، فقط خط سکشن میگیره، طرف دیگه هم نمی رقم به حساب ترسیم میگیره، اینا برای شما ترسیم میشه. اینا رو اگر خواسته باشین یا قطع بعدی کار میکنیم با سکشن 2 اضافه میشه. ببینید اینجا چند شد؟ سکشن 2. اینا رو اگر من خواسته باشم من قطع به قطع مغلق تبدیل کنم. حال قطع ساده است، قطع مغلق اگر بخوایم به حساب تبدیلش کنم، بعد از اینکه قطع ساده رو کار کردین انتخابش میکنید دوباره، صحیح شد؟ انتخابش که کردید این قسمت یک گزینگر بر شما فعال میشه به نام اسپلیت سگمنت. سر از این به حساب کلیک میکنی، یک در بغل ماوس یک علامت چاقو مانند آمد. اینا لرزه از جایی که خواسته باشی فقط کلیک میکنی، کش میکنی به طرف بالا و خط سکشنتون رو چی میکنی؟ قطعش میکنی. و در واقع قطع ساده رو به قطع چی تبدیل میکنی؟ قطع مغلق. اینا رو یه رقم ساختم، میتونم دوباره سرش کلیک کنم، توسط فلش ها اندازش چی بسازم؟ تغییرات بدیش میارم. قطع ساده رو به قطع چی تبدیل کنم؟ مغلق. اینا مطمئنن به حساب تعمیر مون چی آمده؟ تغییرات باید آمده باشه دیگه. درست است؟ اگه برم دوباره در سکشن این یک قسمت کلکین ببینه دنما آمده، دیگه چی است؟ دیوار است دیگه، دیگه پیشیدش دیوار آمده. از حالات پیشتر چی شد؟ تغییرات داری شما. درست شد؟ پس قطع ساده رو بخاطر که به قطع مغلق تبدیل کنید، فقط کلیک میکنید سر اسپلیت سگمنت، از هر جای خواسته باشه برش میزنید. اینی علامت قطع که در اینجا در این خود از این به حساب قرار داری، بخاطر چی است؟ اگر سر از این به حساب کلیک کنید خط قطعتون رو براتون مشکلانه. به خاطر چی؟ خب دیده باشید پلانایی که معمولا بسیار زیاد به شکل مغلق می باشه، خط سکشن فقط مو ابتدا و انتهایش نشان میده. که از نمیجه به حساب خط قد چی شده؟ عبور کرده. به خاطر که خط قد هم نشان بده، باز ممکنه خط قد که خطوط ساختمانی چی شوه اشتباه گرفته شوه. بسیار ممکنه به حساب چی شوه بیر بارک شوه. پلان هم چطور نشون میده؟ جا؟ پلان هم نگاش کردم مثلا. اگه زیاد خط میگم مو به خاطر که از مشکلات کم بسازه. فقط ابتدا و چی نشون میده؟ انتهایش. ولی به این معنی نیست که با سکشنتون به حساب خورد شده. سکشن همون سکشن است. فقط خط قطع در پلان ما چی کرده؟ به حساب خلاصه ساخته. که فقط شروع و ختمش چی شما نشان داده شده خلاص. خب معمولا اینجا کام نشان میدن دیگه، دیده باشه دیگه. پلان کار میکنن و سکشن به این ترتیب نشان میدن. درست شد؟ کدام قسمت؟ یک صفحه اسم موجوده است نه؟ آه؟ مثلا قطعه باز باهان آدرس رفرنس نمبر میتی که نمی قطعه در صفحه هشتون میبینی یا پنجون میبینی. خواه او با اونا رو با در قسمت پرند صحبت میکنیم. او با رو جور نمیشه؟ نه 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 او در پرند خودش اتومات به حساب رو چی میکنه؟ اضافه میکنه. در پرند وقتی که می باز خودش اتومات میگه اینی سکشن یک در زیرش نشته میکنه، سکشن یک مقیاس شم در زیرش نشته میکنه، مقیاس یک نسبت مثلا سر در مقیاس ها آدرسش و کل چیزش کل چیز در اونجا در قسمت پرند. اینا ما خبرتون بگم پروگرام روید بیخی بر مهندس ها جور شده دیگه، بیخی لقمه تیار است دیگه. اونم کارا که یک مهندس می بسیار بخاری مثلا در پروگرام متکات اینا انجام میده، دیگه بسیار براحتی دیگه. بیشتر قوانین آمده خودش به حساب چی کرده در نظر گرفته، هیچ ضرورت ندارین که به حساب شما سرش فکر کنید. چند قانون تابال گفتیم براتون، یکی مسئله به حساب می زخامت خطا خیلی مهم است. در وقت ترسیمات باید در نظر بگیرین خطوط کمکی که خطوط اصلی خطوط که دقت آمده اینا باید با هم دیگه چی باشه تفاوت ایجاد شود. حد اینجا خودش اعتماد به حساب اون تفاوت در نظر میگیره. مسئله دیگه همین دایمنشن ها بیشتر گفتم براتون، مقیاسی که برای دایمنشن در نظر گرفته میشه، اندازه‌ای که برای دایمنشن در نظر گرفته در مقیاس های مختلف خودش اعتماد خود چی میکنه عیار میسازه.
ضرورت نداره که شما چی کنید، بین برازو به حساب قیمت بدی. صحیح شد؟ این دیگه مسئله. دیگه مسئله سکشن، یعنی بسیار براتی. چی؟ او را میگم بر تا در ویو که رسیدیم انشاءالله سرش صحبت میکنیم. یعنی می سکشن باز از هر قسمتش خواسته باشیم میتونی چی بگیری؟ یک دیتیل بگیری. در ویو که رسیدیم یک دستور داریم به نام دستور کال اوت. از این باز خب یا هم بود دستور سکشن. خب باز از دستور لیول داریم، دستور لیول قبلا خواندیم. باز از دستور چی را داریم؟ تکس داریم. تکس هم همون تکس ساده پروگرام اتوکات است، هیچ فرق نداره، فقط یک باکس که ایجاد میکنی بعد از او با تکست داخلش چی میکنی؟ نوشته میکنی. این که تکست به حساب چی رقم باشه، اندازش چقدر باشه، سایزش چقدر باشه، این گپاش اگه بخواید تنظیمات کنین به انتخابش میکنی در element properties. بعد از اون نیودت اینجا برش چی دارین؟ سایز دارین. یک نکته را به صورت نکته کلی براتون بگم، در هر جایی که در قسمت دایمنشن سایز شما وارد شدین و یک قیمت بود، در پیشوری قیمت نوشته شده بود، مثلا یک قیمت در پیشوری نوشته شده بود میلیمتر، به این معنی است که اونمو پرنت شده از او به اونمو اندازه است، ربط به مقیاس دیگه نداره. یعنی انمی تکس وقتی که در پیشوریش نوشته شده 2.5 میلیمتر، به این معنی است که در هر مقیاسی که پرنت کنی، از مقیاس 1:1 گرفته تا 1:1000، در هر مقیاسی که پرنت کنی بدون که به حساب سرش تغییرات بدی، اینو به چند پرنت میکنه براتون؟ اونم 2.5 میلیمتر به حساب سایزش چی میکنه؟ پرنت میکنه. و یا یکی از مشکلات است که اکثر مثلا مهندسا کلاس دچار هستن، نه دیده باشین دیگه، مثلا می پروژه رو کار میکنی، پلان کار میکنی، دزر پلان نوشته میکنی، پلان منزل اول به طور مثال اینجا اینال اینمی رو وقتی که نوشته میکنی پلان منزل اول، وقتی که پرند میکنی یا قدر خرد میه که اصلا خوانده نمیشه، باید ذره‌بین بیاری که معلوم شود، یا قدر کلان میه که پروژه رو بیخی چی میکنه زیر تاثیر خود میبره. در دو حالتش چی است؟ غلط است دیگه. در دو حالت به حساب غلط است، یا به حساب چی است؟ استاندارد، به حساب استاندارد خودش داره، بازم باید از استاندارد خودش استفاده شود. در اینجا چی است؟ اینمی 2.5 میلیمتر در واقع اونمو استاندارد به حساب چی است؟ علم مهندسی است دیگه. وقتی که تکسا رو میگه در پروژه استفاده میکنین، اندازه تکسا باید چه که باشه، سایزش 2.5 میلیمتر باشه، یا اونم 2.5 میلیمتر چی کنه؟ در نظر بگیره. صحیح شد؟ پس هر جایی که به حساب دیدین، در قسمت دایمنشن هم این حالت بود. یعنی از همون خاطر گفتم دایمنشنتان در مقیاس های مختلف چی میکنه؟ اندازهش تغییر میکنه. این دایمنشن اگه من انتخاب کنم برم در element properties باز از نیادت ببینید اندازه رو کلش به چی نشان داده؟ میلیمتر. چقدر میلیمتر؟ مثلا تکسش چقدر است؟ خطش چقدر بیرون برآمده به میلیمتر؟ یعنی میکرش نشان داده به میلیمتر. یعنی میلیمتر خودش نشان میده که وقتی که اینو پرنت کنم، یعنی می اندازه دیگه از می اندازه تغییر نمیکنه. یعنی میلیمتر روی کاغذ است. مثل اگر در پروگرام اتوکد مثال بزنیم، صفحه لی اوت به حساب پروگرام اتوکد، در صفحه لی اوت وقتی که شما وارد میشین اندازه میتین، اندازه چی است؟ اندازه پرنت شده است دیگه. وقتی که میتین مثلا 2 میلی، یعنی 2 میلی وقت پرنتش. اما صفحه مدلش باز که ازون فرق میکنه، چون از صفحه مدل وقتی که در صفحه لیاوت وارد میشه تحت چی قرار میگیره؟ مقیاس. مقیاس باید به حساب زیر تاثیر به حساب مقیاس قرار میگیره، اما در صفحه لیاوت وقتی قیمت میتی اونم قیمت پرنت شده است، یا هم در واقع اونم اونم تر است. یعنی می خود گفتم، یعنی استاندارد همیشه من خودم حالا بخی برام عادت شده، یک استاندارد اگه بخویم به حساب ببینیم که یعنی به کدام اندازه باید به حساب دیزاین شده، من از پروگرام رو استفاده میکنم. چرا باختر کی گفتم طبق قوانین به حساب چی شده دیزاین شده. بعد اینال در قسمت پرنت برسیم. در پرنت یکی از مسائل دیگه که به حساب وجود داره امی خود شیتای کاغذ که به حساب جور میکنه، درست است؟ شیتایی که بخاطر چی جور میکنه؟ پرنت. جدولایی که به حساب داره، جدولای روسی شما خوانده نه ما خوندم یک جای دیگه نمیم پروتکتیم چند نفر شما خوانده کدام سال فرق شده شما؟ یک جار پسند خب؟ چطور خیلی ندیده؟ جدولای روسی، جدولای روسی چی بود؟ 55 میلی؟ 185 میلی؟ نه اونمون خودش چی هست؟ یک استاندارد است که باید مثلا 20 خانه به حساب جدا میشه. این حالا جدولای دیگه هم داریم انگلیسی و امریکایی، نه که بشکل چی هست؟ بشکل عمودی به حساب یا افقی هم هست، به حساب بستگی به شیت کاغذش دارن، درست است؟ این حالا اینه میره اکثرا ممکنه به حساب اندازهش نفهمه که نمی باید چقدر به حساب میده بگیره، چی رقم تقسیماتش کنه. اینجا که نوشته میکنم مثلا نمبر شیت میزنه، یعنی میره چقدر باید جدا کنه. یعنی میره خودش یک استاندارد است که باید استاندارد به حساب پیروی کنید. اینا میره در خود به حساب پروگرامر با شیت های کاغذ دارین به شکل استاندارد خودش دیزاین شده، میتونید از اون با چی کنین استفاده کنین. در هر پروگرام دیگه که ببری اد مشکل وجود داره. چرا؟ چون اندازه رو به چی نشان داده؟ اندازه واقعی نشان داده. اندازه‌ای که در این کاغذ چی میشه؟ پرنت میشه. پرنت شده شه بر شما نشان داده. پروگرام متکات هم حتی امیر نشان نداده. در اونجا وقتی که میرین درسته به حساب ماچی رو داریم، لیاوتا رو داریم، ولی اون لیاوتا به درد نمیخوره. چون در صفحه مدل است،
بعضی شرایط در صفحه به حساب بیاد باشه، وام به حساب به شکل استاندارد ممکنه به حساب نباشه، ولی در اینجا بسیار براحتی یعنی اینا وجود داره و راحت میتونی از طریق دایمنشن استانداردهایی که به حساب در علم مهندسی وجود داره ازش چیکنی استفاده، خودش به حساب به شکل اتومات برای شما میده. خب گپ ما سر تکس بود. تکس وقتی که به حساب فعالش میکنه ما دیگه گپایش گفتم براتون سایز و به حساب فونت و گپایش هم خود قسمت نیویدت که وارد چوینی رنگش است دیگه، از فونتش است، سایزش است، بولد و ایتالیک و اندرلاین گپایش هم از این قسمت میتونین تعیین کنین. و مسئله دیگه که به حساب در مورد به حساب تکس وجود داره مسئله راستچین و چپ و به حساب سنتری گپایش است جستیفایش، درست؟ که رو از این قسمت تعیین میکنین. و دیگه اینی علائم است که در اینجا قرار داده بخاطر چیز، بخاطر نشانی کردن یک موقعیت توسط به حساب چی؟ توسط ویکتور. مثلا میگم راجع به اینمی یک کامنت بتون، اینی رقم یک فلشه که برمان نشان میده، باز در آخرش میتونم از چی استفاده کنم؟ تکس استفاده کنم. اینی رقم درست شد؟ استاد یک چیز دیگه که دایمنشن است که یک نسبت صده گفتیم، مثلا امی تکس امور رو برای یک نسبت صده یا رس اگه بوده بخواییم که یک نسبت اینجا بسوده در اون یک تغییر میه در خود تکس. اینه خورد شد. چرا خورد شد؟ این در واقع خورد نشده، اونمون دو نیم میلی است، پروژه کمان شد. صحیح شد؟ اینی مثلا تکس ما است یک، اینه می اندازه است، اینی پروژه ما در مقیاس صد، پروژه رو میسازم در مقیاس 50، دو برابر کلان میشه. نه ببین تکس اونمون تکس است، پروژه کلان شد، ولی این به حساب چی است؟ خطای دیده است. چون پروژه کلان شده فکر میکنم که چی کلان شده؟ چی خورد شده؟ تکس خورد شده. در واقع تکس اونمون تکس است، اونمون دو نیم میلی است. اونها سایش کلان گلیم؟ نه دیگه، نه بخاطر که قرار میکنی اونمون دو نیم دو نیم باید باشه. ایج وقتی به حساب به اساس مقیاس نباید به حساب تکس کن تاکید کنه، تکس در هر مقیاس که ترند میکنی اونمو دو نیم میلی به حساب دو نیم میلی باید باشه. استاد در عربی بود فارسی که مشکل نداره والا تا بال امتحان نکردیم، ولی بچه ها که دیدیم نه مشکلات نداشتن تا بال او خود داره و هم مشکلاتش قابل حل است تا چیز نده بو گپ سر پی دی اف هاست اینجا نسته چون در پروگرام اتوکت شما پی دی اف میسازه نه؟ فقط که به حساب تا زمانی که به حساب در خود صفحه اتوکت هستی مشکلات نداره، زمانی که پرنتش میکنی یا مثلا میخوای پی دی اف بسازی در اونجا به حساب چی میکنی؟ یا تکس سرچپه میسازی یا شکست میسازه. او همین خود پی دی اف پروگرام اتوکت این مشکلات داره. باز یک پروگرام یک نرم افزار دیگه است به نام دو پی دی اف، میتونید از او استفاده کنید، هیچ مشکلات نداره. خب بعض وقتا به حساب نمیشه از طریق چیز میگن گرافیک از گرافیک، تکس از تکس. اونمون مسئله که شما میگن در خود پی دی اف وقتی که وارد میشه بازو وجود نداره، در پی دی اف وجود نداره، مشکلی نمیجاست، اما دفتر اینجاست بغل. اما دو پی دی اف وقتی که به حساب شما انسال کنید باز نمو وجود داره در دو پی دی اف پروگرام، در خود پی دی اف وجود نداره، در قسمت پرنتش باز وجود داره، یعنی مستقیم اگه پرنت کنی میشه پرنتر وصل باشه به کامپیوتر مستقیم، اما اگه بی پی دی اف بسازی از گزینه چی استفاده کنی دی دبلیو جی تو پی دی اف استفاده کنی بازو امکانات نداره، چون در قسمت پراپرتیزش که وارد میشی در بخش گرافیکش که وارد میشی اونم گزینه ترو از تکست از تکست ترو از تکست از گرافیک اونم دو گزینه رو نداره. باز اوره ده که بازم امتحان بعضی اوتوکاد دارم شاید متوجه نشدی در کدام بخش دیگه است. مشکل داره در خود انمی دی دبلیو جی تو پی دی اف تو انتخاب کرده پراپرتیز شما رو چنمی گزینه نداره. نداره. در خود دی دبلیو جی تو پی دی اف. اما اگر از کدام نرم افزار دیگه پی دی اف سازی استفاده کنیم مثلا دو پی دی اف یکیش است. عادی بری در ممکنه مثلا یک پروگرام دیگه باشه، در اونش ممکنه باشه. در دو پی دی اف قصد پیزن راست امتحان کردیم در پرنتش هم مستقیم وقتی پرنت کردیم هست، اما در این گزینه که براتون میگم دی دبلیو جی تو پی دی اف در او که وارد چگی وجود نداره، اینا با در این اتوکت اثر خاصی باز امتحان شده. خب صحیح شد؟ یام تکست دیگه او گزینه دیگه شم خوب گفتم براتون یام خوب فقط اونم اون ویکتور رو به حساب تفاوت میکنه هیچ خط مستقیم سیکشن یک ویکتور کا داشت بیرون جهت شام تغییر میکنه. آه جهت ایده نگفتم براتون در قسمت سیکشن اگه بخواین جهت سیکشن تغییرات داریش برین توسط این ویکتور اکا فقط کلیک میکنی جهت دید تغییر میده به طرف بالا دید باشه یا به طرف پایین، به طرف چپ یا به طرف راست، هر طرف خواسته باشه نظامی تلیک چی میکنین داریش تغییرات برین. بس هست انشالله.